بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، بشنو از قرآن چه نیکو دم زند، نغمه با ساز دل آدم زند. تا کند بیدار از خواب گران، از قیامت گوید و احوال آن، با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو. سوره زلزال و نور و قارعه، یا که تکویر و قیامت واقعه، چون که هر یک وصف محشر می کنند، خود قیامت زان سخن برپا کنند. این زمین در آن زمان پربلا، ناگهان چون زلزلت زلزالها، از درونش اخرجت اثقالها، با تعجب قال انسان مالها. مردگان خیزید برپا کلهم، تا همه مردم یرو اعمالهم. آن زمان خورشید تابان کورد، کوههای سخت و سنگی سویرد، آنها در کام دریا فجرد. با سکوتت نغمه قرآن شنو، آنچه میگوید به گوش جان شنو. وقتی جسم و روح انسان در آرامش نباشه، اکثر کارهایی هم که انسان داره شاید به او گونه‌ای که دوست داره به او آرامش نده. دوستای عزیز من، ما آرامش در اسباب دنیا میطلبیم. روزی سلطان محمود غزنوی تمام دارایی عتیقه ها و گنجینه عظیمی که در خزانه داشت در صحن تالار خود فرش کرد و به همه دستور داد که اشرافزاده ها و کلا و زرا هرچی دوست دارین دست بگذارین بالای او تا میر تقدیم شما بکنم. شخصیتی به نام ایاز، مصاحب شخصی سلطان، که در حال پاککاری تخت سلطان بود، هیچ توجهی به این امر نکرد. لحظاتی بعد سلطان به او گفت ای ایاز، تو هم میتونی بیای و هر کدام از این طلاها و جواهرات و عتیقجات دست بالای او بگذاری از آن تو باشه. ایاز نگاه کنایه آمیزی به سلطان کرد و جمله جالبی گفت. گفت ای سلطان، در تو اقدر سخاوت نمیبینم که هر چیزی رو انتخاب بکنم از آن من بشه. سلطان ناراحت شد و با خشم گفت ای ایاز، مردار قول است، بیا دست بالای هر چیزی بگذاری، ما هم با سخاوت به تو تقدیم میکنیم. ایاز با لحظات مکسی که ایجاد کرد قدمهای خود طرف تخت سلطان برداشت. میفهمیم چی شد؟ ایاز آمد و دست خود را بالای شانه سلطان گذاشت. سلطان تعجب کرد، گفت تو مر انتخاب میکنی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت این همه گنجینه ها و دارایی ها و طلا و جواهرات و املاک که هست متعلق به کیه؟ گفت متعلق به من. گفت ای پادشاه، اگر تو از آن من باشی اینا همه متعلق به کیه؟ گفت بیشک از آن تو، آفرین به درایت و فراستی که داری. همه ما در دنیا به دنبال آرامش در اسباب دنیاییم، اما اگر خالق اسباب دریابیم و خودر به قرب الالله برسانیم، چقدر آرامش به ما پیدا میشه. برای این که بتوانیم با خدای خود نزدیکی ایجاد بکنیم، او را بخوانین ادعونی استجب لکم،
وقتی خدا را دعوت بکنین، خدا را بخوانین، پروردگار شما را لبیک میگه و اجابت میکنه. و چقدر خوبه که همه ما و شما دوستای عزیز خالق اسباب از آن خود بسازیم تا مالک اسباب بشیم و او خوشبختی و آرامشی که به دنبال او هستیم، جسم ما، روح و روان ما آرامش پیدا بکنه. چقدر خوبه که در کلام پاک پروردگار جستجو بکنیم، زیرا برای ارتباط با خداوند قرآن نازل شد و خداوند از طریق قرآن گویای بی زبان که گلویت پر از صداست، معنی حرفهای تو در سینه که هاست، آرامشی که می دهیم وقت خواندنت مانند حال یافته چشمه بقاست. با چی بسنجمت؟ به چه چیزت مثل زنم؟ وقتی خدا به حق بودنت گواست. پس با قرآن انس بگیرین، زیرا هر که قرآن را انیس است، صاحب قرآن وی را جلیس است. اقدر قرآن که حبل الله المتین، قرآن ریسمانی آشکار بیان شده، او را محکم بگیرین، معنای قرآن دریابین و در قرآن تدبر بکنین تا بفهمین که این کلام چقدر اعجاز انگیز هست و چقدر میتونه به شما عزیزا آرامش بده. سروده مقبولی در ادامه برنامه به شما تقدیم میشه از یکی از گلواژه‌های وحدانی نوجوانان قرآنی. بشنوین و لحظات زیبای رمضانر با ایمان در برنامه زیبای در جستجوی آرامش سپری بکنید. با ما همراه باشین که همراهی شما عزیزا خیلی به مدار انرژی میده. من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، خواهم ز خدا لح زیدیدار مدینه، خواهم ز خدا لح زیدیدار مدینه. در خلوت شبگر یکونم بحر وصالش، یا رب طلبم گر می بازار مدینه، یا رب طلبم گر می بازار مدینه. ای صاحب کوثر بت و صد رحمت حق باد، ای صاحب کوثر بت و صد رحمت حق باد، روشن ز قدومت شده گلزار مدینه، روشن ز قدومت شده گلزار مدینه. از فیض تو عالم شده پر نور و تجلا، یثرب شده روشن ز شب تار مدینه، یثرب شده روشن ز شب تار مدینه. من عاشقم و عاشق دلدار مدینه،
من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه. هر جا که برفتم نشد و مقصودم حاصل، هر جا که برفتم نشد و مقصودم حاصل، جز شهر تو سا یا دیدار مدینه، جز شهر تو سا یا دیدار مدینه. یا رب طلبم دی دنی آن گون بد خطرا، یا من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، من عاشقم و عاشق دلدار مدینه، خواهم ز خدا دیدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه.